دلبری های زن ایتالیایی همیشه کار دست آدم میده. فراز و فرود خاندان گوچی رو به دست خانم پاتریتسیا رجیانی شاهد هستیم در فیلم هاوس آف گوچی. درود به دنبال کنندگان چنل کافسی. من علیم و توی این برنامه از دکوپاش قراره یه فیلم داغ و تازه از تنور در اومده رو بررسی کنم، فیلمی که ستاره هاش کم نیستن و کارگردان نام آشنایی هم داره. به این نکته هم توجه داشته باشین که ویدئوی امروز حاوی اسپویل و داستان فیلم هاوس آف گوچی قراره کامل براتون تعریف بشه. به خاطر همین اگه فیلم هاوس آف گوچی رو ندیدین، اول فیلم رو ببینین و بعد ادامه ویدئو رو تماشا کنین. واسه حمایت از دکوپاژ چنل رو سابسکرایب کنید و در کنارش لایک هم فراموش نشه لطفا. You picked a real firecracker. She's a handful. Bravo. هاوس آف گوچی دومین فیلم ریدلی اسکات تو امسال و یه بازیگر مشترک هم داره این دو فیلم. ادم درایور بازیگریه که هم توی این فیلم هست و هم توی The Last Duel بازی کرده. توی هر دو هم نقش پررنگی داره. در کنار درایور، لیدی گاگا، آلپاچینو، جرارد لتو و جرمی آیرنز هم به نقش آفرینی میپردازن. قصه فیلم اساساً توی 5 فصل روایت میشه. فصل اول اختصاص داره با آشنا شدن ماریتسیو گوچی، تنها وارث نصف سهام برند گوچی که دلش میخواد وکیل شه، با پاتریتسیا رجیانی که توی شرکت پدرش حساب داره. درسته که این آشنایی اتفاقی بوده، ولی ادامه رابطه مدیون پیگیری و دندونهای تیز پاتریتسیا است که هر طور شده خودشو به خانواده گوچی غالب کرد. همین اتفاق باعث میشه ماریتسیو با مخالفت پدرش مواجه شه و با چشمانی کور شده از عشق قید ثروت و وراثت رو بزنه تا بتونه با پاتریتسیا زندگی کنه. واو سوسفلت ریچی بونز کات دایموند. همینجاست که کم کم وارد فصل دوم روایت میشی، جایی که سهامدار نصف دیگه گوچی یعنی آلدو با بازی آلپاچینو به همون معرفی میشه و راهی برای پاتریتسیا باز میشه تا شوهرش رو از طریق دیگه‌ای وارد کسب و کار گوچی کنه. وقتی این اتفاق میفته از طرفی پدر ماریتسیو میمیره و حالا اون صاحب نصف سهام گوچی میشه و با یه نقشه حساب شده از طرف زنش سعی میکنه تا آلدو و پسرشو از دایره بازی بندازه بیرون. What a family, huh? توی فصل سوم این اتفاق رخ میده، یعنی آلدو گوچی به زندان میره و پسرش که ابزار دست پسرعموش قرار گرفته بود کلن کنار گذاشته میشه. مسائل اقتصادی برند گوچی باعث میشه حتی ماریتسیو هم در امان نباشه و به سوئیس پناه ببره، جایی که مقدمات فروپاشی ازدواجش هم فراهم میشه. اون با یه دوست قدیمی برخورد میکنه و حسش نسبت به همسر و دخترش کاملا تغییر میکنه. You have the decency to come here. He's too much of a coward to do it himself. I have the papers right here. Papers? Oh, papers! I'm not signing any papers. پاتریتسیا که بازیگردان تمام موفقیت‌های شوهرش بود، حالا از زندگیش کنار گذاشته میشه و کنترل گوچی به صورت کامل در دست ماریتسیو قرار میگیره و تا حدی هم موفق ظاهر میشه. This is serious. And you're laughing it off. At least it's my name on the mug, not yours. توی فصل پنجم که آخرین فصل از فیلمه،
یه سقوط کلی رو شاهد هستیم، جایی که مشکلات مدیریتی ماریتسیو باعث میشه تا مجبورش کنن سهمش رو بفروشه و حالا دیگه برند گوچی بدون خاندان گوچی قراره اداره بشه. از طرفی همسر سابقش یعنی پاتریتسیا ترتیب کشتنش رو میده و ماریتسیو گوچی با ضربات متعدد گلوله به قتل میرسه. Who does what? Oh. Don't miss. فیلم House of Gucci بازیگرهای زیادی داره، اما فاقد حتی یه بازی خوبه. گاگا که شخصیت محوریه نه روی بازیش و نه روی لهجهش تسلطی نداره. اعضای خانواده گوچی هم هیچ سنخیاتی توی لهجه ندارن و هر کدومشون یه میزان خاصی از لهجه ایتالیایی رو توی حرف زدنش به همراه داره. زمان فیلم به طور خسته کننده طولانیه و خدا رو شکر موسیقی تا حدی تونسته این خستگی رو از بین ببره. نشون دادن و معرفی روابط داخلی خاندان گوچی، طرز تفکرشون نسبت به مد روز و مناسبات فرهنگیشون از نکات مثبت فیلمه. سیگنورا رجانی بخش برنامه تلویزیونی و پیشگو با بازی سلما هایک کاملا بیهوده است و از جلف‌ترین بخش‌های فیلم محسوب میشه. اما از حق نگذریم، فیلم هاوس آف گوچی توی طراحی صحنه و لباس اثر خوشنماییه. قاب‌های چشم نوازی رو بعضن برامون فراهم میکنه. Goodbye 1930s. Hello 80s. Huh? You took the words right out of my guts. ممنونم که همراه من بودین با بررسی فیلم House of Gucci که خب همین چند روز پیش منتشر شده. توی این ویدیو سعی کردم هم با روایت و قصه فیلم آشناتون کنم و کمی هم پنبه فیلم رو بزنم. امیدوارم House of Gucci رو دیده باشین و نظرتون رو در مورد فیلم برام کامنت کنین. لایک و سابسکرایب حتما خستگی رو از تن به در میبره. سرحال قبراق باشین و منتظر دکوپاژ بعدی بمونین. I don't consider myself to be a particularly ethical person, but I am fair.